دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پورت اکادمی با ادامه ی آموزش های آدوبی افتر افکت در خدمتتونم در این جلسه ویدیویی میخوایم بریم سراغ متحرک سازی متن با انیمیتر و ببینیم چه کاربورد هایی داره اجازه بدیم من دو تا تکست به وجود بیارم در کامپوزیشنی که دارم بنویسم پویوت این رو بیاریم اینجا قرار بدیم یه کوچیک پایین ترش هم بیایم بنویسیم آکادمی به این حالت این رو هم جابجا کنم بیارم اینجا خب فونت و موارد دیگه هم کاری نداریم خیلی فرقی نمیکنه چی باشه میخوایم بریم آموزش انیمیتر رو یاد بگیریم ایجاد انیمیشن بر روی تکست خب در بخش لایه ها تکست رو میبینیم این قسمت که دارید نگاه میکنید تکست ها وجود دارن در بخش لایه. لایه هامون روی فلش کنار هر کدومش اگر کلیک کنم آپشن هایی که امکان استفاده رو داریم رو بهمون نشون میده در بخش ترانسفورم خب با ترانسفورم که کامل آشنا هستید تقریبا تمام لایه هامون ترانسفورم رو دارن اما لایه های متنی گزینه به اسم تکست رو دارن که اگر بازش کنم یه سری زیر مجموعه اینجا وجود داره میخوایم بریم سراغ اینا و باهاشون کار کنیم حالا همونطور که میبینید روبروی خود گزینه تکست یه بخشی هست به اسم انیمیت یه زوم اوت کنم روی انیمیت اگر کلیک کنیم یه سری آپشن ها اینجا به ما میده که میتونیم این موارد رو روی متن هامون اعمال کنیم مثلا اگر من اسکیل رو انتخاب کنم در بخش پایین تر از تکستمون در همون بخش تکستمون که موارد مختلف رو داشتیم یه گزینه اضافه شد به اسم انیمیتر همینطور که اینجا میبینیدش انیمیتر یک شک گرفته و داره ما میگه که ما میتونیم اسکیل رو اینجا کم و زیاد کنیم ببینید در حالت عادی روی 100 درصد قرار داریم اما اگر من این رو مثلا تبدیلش کنم به 20 درصد اتفاقی که میفته اینه که سایز تکست برای من کوچیک‌تر میشه در اصل من دارم میام دستور میدم که سایز تکست رو به اندازه اون درصدی که من میدم کم یا زیاد کن این کاری که اینجا میتونیم انجام بدیم حالا بیایم یه دونه فلش کنار انیمیتر هستش این رو بزنیم پایین ترش نمیشه رنج سلکتر رنج سلکتر رو هم بازش کنیم همونطور که اینجا میبینید اجازه بدید من بهتون نشون بدم رنج سلکتر رو هم باز کردم سه تا گزینه اینجا هست استارت اند و آفست این موارد رو اجازه بدیم با هم چک کنیم ببینید اگر من استارت رو شروع کنم به کلیک کردن درگ کردن از حرف ابتدایی دارم استارت کارم رو میزنم به 100 درصد قبلی رسید 100 درصد اندازه تکس قبلیم که رسید یواش یواش حرف دوم اضافه میشه حرف سوم و همینجوری حروف بعدی اضافه خواهند شد که به این شکل من میتونم یک انیمیشن به وجود بیارم اجازه بدین مثلا اینجا تاگ انیمیشن رو زمانی که سی تی آی ابتدای کار بزنم روی حالت 0 درصد یه مقا سی تی رو بیاریم تا بزنیم روی ثانیه مثلا دوم و اینو تبدیلش کنم به 100 درصد مثلا بنویسیم 100 که تکستمون رو در همون سایز اصلی داشته باشیم حالا اگر من یه بار پلی کنم با یه همچین انیمیشنی تکست شکل میگیره ببینید این سایزی که الان کوچیک شده همونی که من بهش دستور دادم که به اندازه 20 درصد کل اسکیل قبلی سایز جدید رو برای من به وجود بیار یعنی 80 درصد کوچیک ترش کردم حالا در این بخش اسکیل که اینجا میبینید حالا وقتی من بیام این صفر رو یواش یواش بیشتر کنم دونه دونه وقتی حروف برمیگردن به اندازه همون 100 درصد قبلیه برمیگردن اینجا اگر من 20 تو تبدیل به صد کنم متوجه میشین منظورم چیه به این اندازش میکنه اگر من دوباره سایز رو کوچیک کنم اسکیل رو بیارم بذارم مثلا روی سی درصد و شروع کنم بزرگ کردن این مورد همون کار داره دوباره بر من انجام میشه یعنی دوباره برش میگردن و همون حالت 100 درصد گزینه استارت این کار رو از آخر هم میتونم انجام بدم یعنی اگر من اند رو کاهشی افزایش بدم ببینید از آخر همین کار رو برای من تکرار میکنه یعنی میاد ها رو برای من درست میکنه اگر سایز استارت هم کامل شده باشه اونو کوچیکش میکنه برعکس عمل میکنه ببینید اونو برای من کوچیک کرد از طریق این روش ها شما میتونید انیمیشن به وجود بیارید دوستان عزیزم آفست هم میاد حروف رو از ابتدا کوچیک و بزرگ میکنه خودتون اگر تجربی این کار رو انجام بدید بهتر متوجه منظور من خواهید شد خب اینا روشهایی بود که ما اینجا میتونستیم استفاده کنیم اما اگر دقت کرده باشید جلوی خود انیمیتر هم یه دکمه اد وجود داره که من الان میتونم به همین مورد انیمیشن های دیگه ای رو هم اضافه کنم مثلا اگر پراپرتی رو بزنم میتونم یک سری کارهای دیگر رو اینجا انجام بدم موارد دیگر رو اضافه, اضافه کنم به کارم مثلا سکیو رو بزنم پوزیشن رو بذارم و چین افکت هایی رو هم کار کنیم در بخش سلکتور هم در ارتباط با این مثلا صحبت خواهم کرد اما اجازه بدین دوباره همین رنج سلکتور رو باز کنم یه بخشی داریم به اسم ادوانس اینجا ادوانس رو اگر باز کنم آپشن هایی رو اینجا بهمون به داده که میتونیم این موارد رو هم با هم چک کنیم ببینید من کاری که الان داشتم انجام میدادم بر حسب درصد بود مثلا کارم رو 20 درصد کوچیک تر کردم میتونم این حالت پرسنتیج رو بزنم روی ایندکس و عدد بدم ترجیحا روی پرسنتیج باشه و درصد به وجود بیاریم خیلی بهتره در بخش بیست آن من میتونم حالت کرکترم رو تغییر بدم یعنی مثلا بیام اینو بزنم روی حالت کاراکتر uh, excluding spaces این موارد رو شاید بهتر در پروژه ها در ارتباط باشون صحبت کنم چون اگر توضیح بدم یه مقدار ممکنه سخت باشه خب ما اگر بخوایم انیمیشن که اینجا اجرا کرده بودیم دستوراتی که اینجا میدادیم رو این قسمت رو تغییر بدیم داریم میگیم که uh, این تغییرات بر حسب کاراکترهای حروفمون شکل بگیره یعنی بر حسب این حروفی که اینجا داریم شکل بگیره تغییرات Uh, حروف رو در نظر بگیره اما فواصل بینشون رو در نظر نگیره در زمان تغییرات uh, کلمات رو در نظر بگیری یا سطرها رو در نظر بگیری در بخش آخر که این موارد رو میگم اگر من الان بخوام بهتون توضیح بدم uh, سخت یه مقدار درک کردنش به خاطر اینکه باش کار نکردیم در پروژه وقتی این کار رو انجام بدیم بهتر متوجه منظور من خواهید شد حالا یه زوم اوت کنیم بیایم uh, یه انیمیشن به وجود بیاریم بریم سراغ گزینه مود مود رو اینجا میبینید اگر دقت کنید اینجا مشخصه یه پنل هم روبروش داره خب پنل مود رو باز میکنم گزینه سابترکت رو انتخاب میکنم هر کدوم از این موارد انتخاب کنید تغییر حالت میده تکستتون کارهای دیگه میتونید انجام بدید مثلا من اینو میارم رو میذارم روی حالت سابترکت ببینید سابترکت به این حالت در میاد گزینه های بالا رو میذارم همینجوری سر جاشون بمونن 19 33 این منفی 2 رو میخوام تغییر بدم آفست رو تاگ انیمیشنش رو زمانی میزنم که سی تی ابتدای کار باشه یکی فریم به وجود میاد یه مقدار کار رو میبرم جلوتر البته اجازه بدین همونجا سی تی رو نگه داریم این رو یه مقدار کمترش کنم که ای در حالت نرمال تقریبا باشه خب کی فریم اول رو داریم بیم جلوتر و مثلا سه ثانیه و اینجا کی فریم بعدی یه همچین تغییری به وجود بیاریم جایی که وای بزرگ میشه و کار رو از ابتدا اگر پلی کنم چنین حالتی به وجود میاد برای لوگو موشن هامون خیلی کاربرد داره زمانی که مثلا لوگو وسط کار میاد یا همچین حالتی هم عنوان انیمیشن تکست وجود بیاریم کارمون جذابتر به نظر برسه خب من میتونم بیام و یک سری انیمیشن های دیگه اضافه کنم مثلا جلوی انیمیتر یک اد رو بزنم پراپرتی و مثلا گزینه پوزیشن یا روتیشن رو تغییر بدم مثلا روتیشن رو استفاده کنیم ببینید روتیشن به این بخش اضافه میشه من میتونم چرخش هم به وجود بیارم یعنی اجازه بدین این بیاد همون حالت قبلی کنترل زد بزنم سی تی رو بیاریم ابتدای کار که انیمیشن داشتیم یه چرخش به وجود بیاریم روتیشن رو فعال کنم تا اگر یه چرخش به این حالت به وجود بیاریم بیام ثانیه سوم و چرخش رو به این سمت بذارم حالا دوباره کار رو چک کنیم دو تا انیمیشن رو الان ما داریم با هم اجرا میکنیم به این شکل که مشاهده کردین پس میتونیم حالت مختلفی رو به وجود بیاریم با استفاده از انیمیتر ها که در این درس یاد گرفتیم برای ایجاد انیمیشن در تکستمون حالا اجازه بدین من این آکادمی رو کلا و بزنم حذفش کنم تمام لایه‌ها و زیرگروه هم ببندم این تمام رو بریم سراغ همین پویوت این مقدارم سایز رو بزرگتر کنم شما بهتر ببینید سایز متنمون رو به این شکل البته اینم خیلی بزرگه چون میخوام یه دایره ترسیم کنم یه مسیر میخوام به وجود بیارم و تکسم رو حول محور اون مسیر دوران بدم یه جورایی به چرخونمش برای انجام این کار اول باید تکسمون رو در بخش لایه ها انتخاب کنیم دوستان عزیزم همین لایه تکسی که داریم رو انتخاب کردیم میریم سراغ شیپ هایی که داریم من لیپس رو انتخاب می کنم برای ایجاد یک دایره یه خط میکشم کشم شیفت رو هم نگه می دارم، شروع میکنم به درگ کردن تا کل تکستم رو بهم نشون بده همونطور که می بینید و در درس های قبلی هم یاد گرفتید کاری که ما الان انجام دادیم در اصل ایجاد یک ماسک بود این ماسک رو هم با سلکشن تول میتونم جاش رو بهتر مشخص کنم اینجا از بین رفت یه بار کلیک کنم برگرده خب حالا من میام و این تکس رو میخوام در روی این مسیر یا داخل این مسیر قرار بدم برای انجام این کار باید بیام تکست رو باز کنم در قسمت Path Options این بخش رو هم باز کنم و مسیرم رو همون پس رو بذاریم روی ماسک یک دارم دستور میدم که اون ماسک یکی که این پایین ایجاد کرده بودیم تکست رو بهش بچسبون دوستان عزیزم و الان میبینید که یه همچین شرایطی براش به وجود اومده یه سری آپشن هم این قسمت داریم گزینه ریورس پس که اولین مورد اگر آف رو آن کنم چین اتفاقی میفته یعنی در اصل تکس که داخل مسیر قرار داشت به بیرون مسیر منتقل میشه با این شرایط اگر بیام گزینه دوم رو از حالت آن به آف تبدیل کنم اون تکسی که پشت سر هم بود حالت پلکانی به خودش میگیره به این شکل در میاد که میتونید ازش استفاده کنید برش میگردونم به همون حالت قبلی گزینه سوم گزینه فورس الاینمنت هستش در است خب اگر من حالت فورس الاینمنت رو آن کنم اتفاقی که میفته ببینید حروف از هم جدا میشن و یه جورایی دوران پیدا میکنن دونه دونه پشت سر هم که من میبینید یه مقدار به هم ریختگی هم اینجا میبینم باید اینو درستش کنم برای درست کردنش میتونیم از فرست مارجین و لاست مارجین استفاده کنیم مثلا اگر لاست مارجین رو افزایش بدم ببینید یا کاهش بدم به این شکل میتونم کار رو درست کنم با فرست مارجین هم میتونم این کار رو انجام بدم به این شکل میتونیم تکستمون رو در جایگاه درستش قرار بدیم و یک مسیر رو داشته باشیم حالا اگر دوباره من گزینه اول رو بزنم ببینید می حروف میاد داخل مسیر اگر آن باشه میره حروف خارج از مسیر کاری که من مشخص کردم قرار میگیره خیلی هم کاربرد داره برای برخی از لوگوها دوستان عزیزم خب در درس های فتوشاپ آشنا شدیم با این که ما میتونستیم اونجا هم یه مسیر ایجاد کنیم روش تکس بنویسیم در ایلستریتر هم همینطور حتی وارپ داشتیم که میتونستیم این خمیدگی رو به وجود بیاریم ولی در افتر افکت به این روش میتونیم این کار رو انجام بدیم خب خیلی از لوگوها هستن که حالت دایره وار دارن داخلشون تکس هست که شما میتونید از این روش رو استفاده کنید یه انیمیشن هم به وجود بیارین کارتون جذاب تر بشه همه این مواردم هم میگم باز هم مثل همیشه میسپارم به خودتون که حتما تمرین کنید انیمیشن بدید موارد مختلفی خودتون کار کنید خلاقیت به خرج بدید بهتر یاد میگیرید با تمرین کردن مطمئنم خب دوستان عزیزم با نحوه ایجاد برخی انیمیشن ها و همچنین ایجاد تکست بر روی یک مسیر آشنا شدید در درسای بعدی در پروژام و خصوص بیشتر در این ارتباط صحبت خواهم کرد و کارهای بهتری میتونیم انجام بدیم یه مقدار با جلوه های قشنگتر اونجا به صورت تجربی اگر خودتون یاد گرفته باشین موارد رو بلد باشین من بهتون میگم که چه کارهای جدیدی میتونین انجام بدیم یه با خلاقیت بیشتر در پروژه هامون کارهای بهتر و جذابتر هم داشته باشین دوستان عزیزم وقتتون رو نمیگیرم ممنونم از همراهیتون با کانال یوتیوب و پویتس مرسی واقعا حمایتاتون فوق العاده است ممنونم ازتون مثل همیشه ازتون درخواست میکنم در کنار تمرینی که دارید لطفا ویدیو رو لایک کنید اگه تو کانال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و لطفا برام کامنت بزنید دوستان عزیزم همراه شما خواهم بود ممنونم موفق باشید